وای دوش بگیرید. این از زلزله اومد و رفت. تحویل داروغه به دمه داره؟ تحویلش بده آب خلک بخواده. خب نمیخواد التماس کنی بچه جان. زبون نداری مگه پسر؟ حرف بزن نکنه لاله. ببینم لالی ای ناجنس از ترس زبونت بند اومده ها؟ خیلی خب نمیخواد به ترسی من تحویلت نمیدم. البته به یه شرط، اونم اینه که با ما کار کنی. ناسلامتی ما همکاری. حالا میخوای با ما کار کنی یا نه؟ باید با ما کار کنی. آره وگرنه سر و کارت با قدرته. یه نگاهی به اون بازوهای قدرتمندش بنداز. آره گفته باشم اگه بخوای تو این شهر بمونی باید با ما کار کنی. اگه فرار کنی هر جا باشی پیدات میکنی. این به نفع تو هست. چیزای زیادی یاد میگیری بچه فسقلی. تو خیلی زبلی. همین کافیه. حرف بزنی یا نزنی مهم نیست. حالا ربیا دبیا دیگه. اگه این دفعه هم مثل دفعات قبل موفق میشی فقط کافی از پنجره بری تو این کلاب و بندازی پایین. اون وقت ما هم باشت سرت میم تو آجری حجاقا. چه آجره جون آجره آج اسماعیل زرگر. را بیافتی یک کچلو. چی شد؟ زود باشه دیگه آخه من مردم. بابا تکون نخور از این بالا میافتم. بجنب بیا. اومدم. خاصه نباشی بابا. آی ننه بدبخ شدیم. بالاخره توی تله افتادید ها؟ جناب قاضی من میدونستم که بعد از خواجه ماجد و حاج کمال بزاز نوبت حجره من میره. راست گفتی حاج اسماعیل. بعد از دو شب نگهبانی بالاخره دزدا توی دام افتادن. خب ببینم حرفی برای گفتن دارین؟ قربان اگه ما رو آزاد کنین قول میدیم که دیگه کار بد نکنیم. آزادتون کنم؟ بله. نخیر یک ماهه که دنبالتون هستیم. حالا که دستگیر شدید آزادتون کنم نمیشه. ولی حرف نباشه. یک سال توی زندان میمونید و اگه ادب شدید اون وقت آزادتون میکنم جناب داروغه. بفرمایید جناب قاضی. صبر کنید جناب قاضی. عرضی دارم این پسر جوونه، اگه اجازه بدیم من اونو با خودم به حجره ببرم. فکر میکنم اگه باهاش یکم کار کنم شاگرد خوبی بشه. چی کار میخوای بکنی حاج اسماعیل؟
تو شاگرد میخوای که اجرت رو به دستش بسپری، نه یه بچه دوست که توی چشمم زدن اجرت رو خالی کنه. خواجه مجد راست میگه، اینا ذاتشون خرابه، نمیتونی عوضشون کنی. نه اینطور نیست حاج کمال، این بچه تربیت درست نداشته، یعنی کسی بالا سرش نبوده. خب اگه واقعا اینطور فکر میکنی من حرفی ندارم، میتونی این پسر رو با خودت ببری. ولی این کار عاقلانه نیست، اصلا به من چه خود دانید. ممنونم جناب قاضی. اما این کار عقلش را دست داده. بایشین ببینم شما دوتا کجا میرین. یک سال بعد. بیا پسرم، اینو میبری خونه میرزا صالح میدی و برمیگردی خونه اونو که بلدی. بابا که دقیقه واسا، تو این یک سال واقعا ازت راضیم، زود برگرد، من باید برم خونه، یادت باشه ماهانت رو بهت بدم. چندیم با استاد خوب جور شدی. میدونی سزای خیانت چیه جوجه؟ مرگ. آره، ولی ما نامرد نیستیم و تو رو میبخشیم. میدونی چرا فسقلی؟ چون تو همکارمون هستی. خوب گوش کن، ما امشب میاییم حاجزه، تو باید حاج اسماعیل دک کنی، بعدش هم با هم دیگه حاجزه خالی میکنیم. آفرین پسر خوب، یادت نره کسی تو حاجره نباشه. بابا سلام آقا بابا. میبینم که آج اسماعیل فرستادی رفته. آفرین پسر خوب. آخ جون. نه چیزی نیست. خب دیگه همه دست به کار بشی. دست به کار بشه دیگه جوجه، حواست کجاست؟ آج اسماعیل بدبخت رو بگو. جناب قاضی اگه اجازه بفرمایین از این پسرک شاگرد خوب درست کنم. خوش خیال. آخه وقتی آدم بتونه دزدی کنه کار میکنه. خوشم میاد بعد یه سال دوستا و همکارات رو فراموش نکردی با مرم. واه واه، دزدای سابقه دار، چه عجب از این طرف ها. ببینم راه گم کردی. بله جناب داروقه، از اینجا عبور میکردیم، فکر کردیم یه سریم به دوستمون بزنیم. بله داشتیم رد میشد. واقعا که وقاحت داره. بابک با زبون بی زبونی گفت که شما دوباره سر و کلتون پیدا شده. شما دوتا نمیخواید آدم بشید؟ چرا، اتفاقا از همین الان تصمیم گرفتیم آدم بشید به جون شما. شما دوتا آدم بشو نیستین، یک سال دیگه باید آب خنک بخورید شاید آدم شد. نه. آره آفرین پسرم.